یه دونه چه نصف شده؟ پس آلفا این میشه 1/10، یعنی 1/10. حالا در این درجه یونششه. اگه آلفا درصد رو بخواد چی میشه؟ آلفا درصد شماره 1 میشه 100. آلفا درصد شماره 2 شما بگید میشه چند؟ میشه 1/10 ضرب در 100 میشه 10. پس آلفا درصد اون میشه 10، یکی میشه 100. حالا پی‌هاشش هم میخوایم حساب کنیم. سوال سختیه. یه ذره، یه کوچولو. ببین اول من میام غلظت حاشیه مثبت رو حساب کنم در هر کدوم از اینا. ببین در اینجا در شماره 1، شماره 1 ببین مول حاشیه مثبت چقدر بوده؟ شما چند مول حاشیه و مثبت میبینین؟ هر گوی معادل 1000 دیگه، نه خود سوال گفته 10 تا 1000، 10 تا 1000 میشه 1/100 مول. این یه نکته. حالا غلظت یون هیدرونیوم رو حساب کنیم. خود سوال گفته محلول 500 میلی لیتره. پس غلظت یون هیدرونیوم چی میشه؟ غلظت یون هیدرونیوم میشه این 1/100 مول تقسیم بر حجم محلول که 1/2 لیتره، میشه 2/100 مولار. اگه غلظت یون هیدرونیوم هم بخواد پیدا میشه. حالا پی‌هاشش رو میخواین؟ پی‌هاش چی میشه؟ پی‌هاش میشه منفی لوگ هاش مثبت، میشه منفی لوگ 2 ضرب در ضرب توان منفی 2، یعنی 2 منهای لوگ 2، یعنی 2 منهای 3/10 میشه 1/7. خب پس پهاش اولیه به دست اومد. پهاش شماره 2 رو هم حساب کنیم که ضعیفه، این پایی می‌نویسن برای شماره 2 رو. پهاش شماره 2 بازم دقت کنین، اول ما مول حاشیه مثبت رو پیدا میکنیم و بعدم غلظتش رو. مول حاشیه مثبت، مول یون هیدرونیوم یا حاشیه مثبت یا حاشیه سوای مثبت جفتش یکیه. شما یه دونه حاشیه مثبت میبینیم میشه 1 ضرب در 1000 رو میشه 1000. چی یکی؟ صفر هم مثلا میشه 1000. خب حالا غلظتش چقدر میشه؟ غلظت یون هیدرونیوم چقدر میشه یا همون حاشیه مثبت؟ میشه این 1000 تقسیم بر 1/2 لیتر، میشه 2000 شد. پی‌هاشش میشه؟ پی‌هاشش میشه منفی لوگ 2000، یعنی 3 منهای لوگ 2، لوگ 2 3/10، 3 منهای 3/10 میشه 2/7. بچه ها پس پی‌هاش اون بریه 1/7، پی‌هاش این بریه 2/7. اینم محاسبه پی‌هاشش. یه سوالی که همه یه ذره سخت‌تری داشته باشه، شکلش رو مثلا میخواد بگه. دقت بفهمین، سخت نگیریم به خودتون، این شکل کاملا واضحه. این شکل ما همینطور کپی و پیست گذاشتیم اینجا، بعد خیلی واضح‌تر نشون بده خودشو. حالا من با این رنگی کردنش فرض بریم بذار که سوال این شکل رو کامل کشیده و میخواد جواب بده. یه سوال دیگه که من این سوال 29 رو هم توی تست کتاب کاگوتون گذاشتم که پارسال هم گذاشته بودم تو کنکور 99، هم سوال کنکور اومد تو امتحان ترم، هم میتونه سوال بیاد و سوال کتابتون هم هست، سوال خیلی مهمیه. این سوال رو براتون توضیح میدم یه بار دیگه. خب هر حال تو امتحان ترم 1 خیلی میتونن بر اساس سوال سال گذشته سوال بپرسن. یه هاش ایکس دارین، یه هاش ایگرگ دارین دوستان، دو تا اسید ضعیفن. میگه 12 گرم هاش ایکس دارین، 8 گرم هاش ایگرگ. 12 گرم هاش ایکس دارین، 8 گرم هاش ایگرگ دارین. خب حالا ببین الان چون امتحان تشریحیه، شما اگه میخواید اینو به مول تبدیل کنین باید بگین 12 گرم ضرب در هر مول هاش ایکس. خود سوال گفته هر مول هاش ایکس 150 گرمه. خب و هاش ایگره که 8 گرم بوده، هر مول هاش ایگره 50 گرمه. هر مولش 50 گرمه، درست شد؟ عددی که اینجا به دست میاد، حالا 12 رو با 150 ساده به 3 بکنین میشه 4/50. 4/50 هم میشه ضرب در 2/2 کنین میشه 800. میشه 800 مول. این هم 8/50 دیگه، ضرب در 2 بکنید میشه 16/100 مول. 8/50. پس مول هر کدوم از این اسیدا رو به دست آوردین. چون که میگه که در 1 لیتر آب و حالا تغییر حجم هم صرف نظر شده، وقتی که نمیگه یعنی صرف نظر شده،
پس بنابراین این عدد معادل غلظت هاش مثبت هم هست، یعنی غلظت هاش ایکس هم هست. این غلظت هاش ایکس من ازت میخوام، اینم غلظت هاش ایگرگ. غلظت هاش ایکس و هاش ایگرگ هم همین میشه، هم مولشون با غلظتشون با هم برابر هست. خب حالا یه رابطه دیگه یاد بگیریم، غلظت هاش مثبت. خب غلظت هاش مثبت که همون 10^-p هاشه، بچه ها در این حال میشه cm یعنی مولاریته زد در آلفا. حالا شما cm زد در n زد در آلفا خونده بودیدش مگه نه؟ cm زد در n زد در آلفا که این n ظرفیت بود، که ظرفیت هم که معمولا برای اسید ما تو کتابمون 1 میگیریم دیگه، بیشتر معمولا 1 میدم بهم. خیلی خب، حالا من با این حساب میام جاگذاری میکنم، میگم